خبرگزاری های حکومتی در ایران از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر دادند که امروز قیمت های جدید نان در تمامی کارتخوان های هوشمند عرضه نان در تهران ثبت شده است. بر اساس این گزارش ها نان سنگک ساده از 3 به 5 هزار تومان، قیمت نان بربری ساده با آرد نوع 1 از 1800 تومان به 2500 تومان و همچنین بربری ساده با آرد نوع 2 از 2500 تومان به 3500 تومان رسید. افزایش 40 تا 66 درصدی قیمت نان در تهران در حالی آغاز شده که پیش از این در بیشتر استانهای ایران افزایش قیمت نان اعمال شده است. پیش از این خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 7 شهریور در گزارشی از تهران اعلام کرده بود که مدتی است افزایش بی‌ضابطه قیمت نان از سوی نانوایی‌ها به چشم می‌خورد که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم داشته باشد. بنابر این گزارش نان سنگک که قیمت مصوب آزادپز آن 5000 تومان اعلام شده به 10000 تومان رسیده و بهای 1 قرص نان بربری از 3000 تومان به 5000 تومان افزایش یافته است. در این گزارش عنوان شده که قیمت نان تافتون از 1000 تومان به 2000 تومان رسیده و فروش آنلاین نان سنگک نیز افزایش قیمت تا 15000 تومان را نشان می‌دهد. هرچند این خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه در گزارش خود میزان افزایش بهای نان در تهران را 50% اعلام کرده، اما قیمت‌هایی که اعلام کرده افزایش 100% را نشان می‌داد. اواخر مرداد ماه نیز وبسایت نور نیوز از افزایش غیر رسمی و چرا خاموش نان در تهران خبر داده و نوشته بود که برخی از انواع نان بیش از 100% افزایش قیمت داشته است. این وبسایت وابسته به شورای عالی امنیت ملی در گزارشی نوشته بود گران شدن قیمت نان در برخی از مناطق تهران نیز به شکل چراغ خاموش اجرا می شود. قیمت نان بربری در برخی مناطق تهران از 5000 تومان به 7000 تومان و نان تافتون از 700 تومان به 1500 تومان رسیده است. به نوشته این دستانه امنیتی در 10 استان از جمله در استانهای قزوین، خراسان رضوی و جنوبی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان و یزد از هفته گذشته قیمت نان با افزایش 25% فروخته می شود. نور نیوز در بخشی از گزارش خود به نقل از یک فعال صنعت آرد نوشته که کنترل نرخ نان از دست دولت خارج شده، چرا که اصل سیاست‌های حمایتی در این سالها اشتباه بوده است. در این گزارش همچنین به طرح هوشمندسازی آرد و نان در دولت ابراهیم رئیسی نیز اشاره شده و تاکید شده که طرح هوشمندسازی یک طرح ناموفق بود. سخنان مسعود پزشکیان و برخی از مقامات دولتی در مورد نحوه اعمال یارانه ها و احتمال افزایش قیمت بنزین و نان از سوی دولت 14 در شرایطی است که بخش قابل توجهی از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند. پیشتر مسعود فراستخواه جامعه شناس در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن در روز 23 مرداد گفته بود بر اساس تحقیقاتی که داشتم 1/3 خانوارهای ایرانی حداقل به نوعی با خط فقر مطلق مواجهند. او با اشاره به اینکه با گروهی مواجهیم که گرسنگی میکشند و با کمترین میزان کالری زندگی میکنند گفته بود در شاخص گرسنگی جهانی ایران در سال گذشته جزء 10 کشور با گرسنگی پایین بود، در حالی که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در کشور میلیون‌ها نفر با گرسنگی زندگی می‌کنند. رسانه دولتی سوریه می‌گوید در حملات شبانه به سوریه که اسرائیل را مسئول آن دانسته دست کم 14 نفر در مرکز استان حماه کشته شدند. پیش از این یک گروه ناظر جنگ سوریه گزارش داده بود که حمله اسرائیل به اهدافی در سوریه در اواخر روز یکشنبه دست کم 7 نفر از جمله 3 غیر نظامی را کشت. دیدبان حقوق بشر سوریه گفت که این حمله همچنین حداقل 15 نفر دیگر را زخمی و تأسیسات نظامی در منطقه را ویران کرد. در ابتدا رسانه دولتی سوریه سانا در گزارشی اعلام کرد
اسرائیل اواخر وقت یک شنبه 18 شهریور به چندین منطقه در مرکز سوریه حمله کرد که آتش سوزی گسترده‌ای به همراه داشت و به کشته شدن دست کم 5 نفر و زخمی شدن 19 نفر منجر شد. خبرگزاری دولتی سانا افزود که پدافند هوایی سوریه با تهاجمی مواجه شد که چندین نقطه در منطقه مرکزی را هدف قرار داد، به یک بزرگراه آسیب رساند و آتشی را شعله ور کرد که تیم‌های آتش نشانی تا بامداد دوشنبه همچنان در تلاش برای مهار آنند. این رسانه به نقل از رئیس بیمارستانی در مصیاف سوریه اعلام کرد که حال برخی از 19 زخمی ناشی از این حملات وخیم است، اما در مورد هویت آنها توضیحی نداد. این خبرگزاری حملات انجام گرفته را به اسرائیل نسبت داد، اما تل‌آویو هنوز در این زمینه اظهار نظری نکرده است. اسرائیل به ندرت اجرای عملیات در سوریه را تایید می‌کند. به نوشته تایمز اسرائیل، منطقه مصیاف در غرب حما پایگاه نیروهای جمهوری اسلامی ایران و شبه نظامیان طرفدار آن است. این منطقه در سالهای اخیر بارها در حملاتی منصوب به اسرائیل هدف قرار گرفته است. مکانی که در حمله شامگاه یک شنبه هدف قرار گرفت، مرکز مطالعات و تحقیقات علمی موسوم به CERS یا SSRC بود که اسرائیل ادعا می کند نیروهای جمهوری اسلامی از آنجا برای ساخت موشک‌های دقیق زمین به زمین استفاده می کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه ناظر جنگ مستقر در بریتانیا نیز گزارش داد که یکی از حملات شامگاه یک شنبه مرکز تحقیقات علمی در مصیاف و سایر مکانهایی را هدف قرار داد که شبه نظامیان و کارشناسان ایرانی برای توسعه سلاح در سوریه آنجا مستقر بودند. رسانه الحدث نیز به نقل از منابع خود نوشت اسرائیل در یک سری حملات موازی و پایگاه‌های شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران را در حومه حما هدف قرار داده است. این رسانه از اصابت 15 موشک به مناطقی در دمشق، حمص، حما و ترتوس خبر داد. اسرائیل از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 حملات هوایی متعددی به سوریه انجام داده است. در این حملات عمدتاً عملیات انتقال سلاح به گروه حزب الله لبنان تحت حمایت تهران هدف گرفته شده یا قصد آن جلوگیری از حضور جنگنده‌های ایرانی در نزدیکی مرز اسرائیل بوده است. از زمان حمله حماس در 7 اکتبر اسرائیل حملاتش را به اهداف تحت حمایت جمهوری اسلامی در سوریه افزایش داد و به پدافند هوایی ارتش سوریه و برخی نیروهای سوری نیز حمله کرد. در همین حال حزب الله لبنان تحت حمایت جمهوری اسلامی یک روز پس از حمله حماس به جنوب اسرائیل که جرقه شروع جنگ غزه را روشن کرد، حمله به خاک اسرائیل از لبنان را آغاز کرد و تقریبا هر روز با اسرائیل تبادل آتش کرده است. بنی گانتس، عضو سابق کابینه جنگ اسرائیل، روز یکشنبه در سخنانی گفت که اسرائیل باید تمرکزش را به سمت حزب الله و سایر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه معطوف کند. گانتس که در کنفرانسی در واشنگتن دی سی صحبت می‌کرد افزود ما برای مقابله با غزه نیروهای کافی داریم و اکنون باید روی آنچه در شمال می‌گذرد تمرکز کنیم. او با بیان اینکه داستان حماس یک خبر قدیمی است افزود ما می توانیم در صورت نیاز به کشور لبنان ضربه بزنیم. داستان جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نیابتی آن در سراسر منطقه و آنچه آنها می خواهند انجام دهند موضوع واقعی است که اکنون باید مد نظر ما باشد. در همین حال ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گزارش‌های منتشر شده از سوی برخی رسانه‌های اسرائیلی مبنی بر هدف قرار دادن مراکز مرتبط با ایران در سوریه در شامگاه یکشنبه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجو، کنعانی گفت بر اساس اعلام منابع سوریه، اسرائیل به مراکز سوری از جمله یک مرکز تحقیقاتی ارتش این کشور حمله کرده است. از زمان شروع جنگ داخلی سوریه در سال 2011، اسرائیل صدها حمله به این کشور انجام داده است که در این حملات به طور ویژه گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. در
ادامه تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی علیه اسرائیل به خاطر کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، فرمانده سپاه پاسداران گفت انتقام از اسرائیل متفاوت خواهد بود. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، شامگاه یکشنبه 18 شهریور در یاسوج گفت اسرائیلی‌ها طعم تلخ انتقام از شرارت‌هایشان را خواهند چشید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، حسین سلامی درباره اینکه انتقام از اسرائیل کی، کجا و چگونه خواهد بود گفت حتما متفاوت عمل خواهد شد و این معمای زمانی برای همه حل می شود. اسماعیل هنیه از مقامهای ارشد گروه افراطی حماس بامداد 10 مرداد در تهران کشته شد. مقامهای جمهوری اسلامی در هفته های اخیر بارها اسرائیل را به انتقام تهدید کردند و از جمله عباس عراقچی، وزیر خارجه دولت مسعود پزشکیان، در نخستین روزهای آغاز کار خود در این سمت چند بار گفت که پاسخ ایران به اسرائیل دقیق و حساب شده خواهد بود. در هفته های اخیر برخی رسانه ها به انتشار گمانه ها و تردید ها درباره حمله احتمالی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل پرداختند، اما مقام های آمریکا و بریتانیا اعلام کردند که این تهدید را همچنان جدی تلقی می کند. حدود 2 پیش جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، و همچنین پاتریک رایدر، سخنگوی پنتاگون، تاکید کردند که فرض واشنگتن این است که خطر حمله ایران و گروه‌های نیابتیش به اسرائیل هنوز پابرجاست. رئیس سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا MI6 هم 1 پیش از اظهارات فرمانده سپاه گفته بود ایران همچنان در صدد عملی کردن این تهدید است. سخنگوی دولت 14 میگوید اعضای هیئت مدیره بورس ایران قرار است وام‌های میلیاردی جنجال برانگیز را که دریافت کرده بودند پس دهند. فاطمه مهاجرانی روز یکشنبه 18 شهریور ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بر اساس اعلام عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، مقرر شده است کلیه افراد، اعم از رئیس و اعضای هیئت مدیره، وام دریافتی را عهده بدهند و استعفای رئیس سازمان بورس مورد پذیرش شورای بورس قرار گرفت. این در حالی است که موافقت با استعفای مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، توسط شورای بورس 1 پیشتر نیز اعلام شده بود. مصوبه جنجالی اعطای تسهیلات با بهره 4% به اعضای هیئت مدیره بورس در روزهای گذشته با واکنش چهره‌های سیاسی و فعالان بازار سرمایه در ایران مواجه شد، به طوری که برخی از آنها خواستار پیگیری این اتفاق شدند. سلمان اسحاقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در واکنش به ماجرای وام مسئولان سازمان بورس گفت که پرونده تخلف پرداخت تسهیلات نجومی نباید بسته شود و همچنین خواستار محاکمه آقای عشقی شده است. محسن علیزاده، عضو ناظر پیشین شورای عالی بورس، نیز گفته است تاریخ مصوبه پرداخت وام به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در شورای عالی بورس 8 خرداد ماه 1403 است و این تاریخ دقیقاً 1 پس از اتمام مأموریت این جانب به عنوان ناظر در شورای عالی بورس است. اما به نظر می رسد این مصوبه به پیشنهاد دبیر شورای عالی بورس، یعنی آقای عشقی، رئیس سازمان بورس، برای اعضای هیئت مدیره سازمان بورس مطرح و تصویب شده است. اعطای وام های میلیارد تومانی به اعضای هیئت مدیره بورس پیش از این در شبکه شرق افشا شده بود و باعث استعفای مجید عشقی، رئیس سازمان بورس شد. بر اساس این مصوبه که در نامه سازمان بازرسی منتشر شده در شرق فاش شده بود، خرداد ماه امسال و در حالی که دولت 13 بدون رئیس جمهوری اداره می شد، دستور پرداخت وام و تسهیلات به 5 هیئت مدیره سازمان بورس با نرخ 4% و بازگشت 10 از محل منابع داخلی این سازمان صادر شده بود. در این مصوبه اعتبار این وام در مجموع 10.5 میلیارد تومان تعیین شده بود.
وام‌های پرداخت شده به مجید عشقی، رئیس هیئت مدیره، علیرضا ناصرپور، نایب رئیس و رضا ایوزلو، مهرداد مسعودی فر و حسن فرجزاده دهکردی، سه عضو هیئت مدیره سازمان بورس تعلق دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در رونوشت نامه سازمان بازرسی، مجید عشقی 2.7 میلیارد تومان و بقیه هر کدام 1.9 میلیارد تومان وام دریافت کردند. رئیس بورس ایران یک روز پیش از استعفا در گفتگو با تلویزیون ایران با اشاره به اینکه پرداخت این تسهیلات بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و بر قوانین و مقررات بوده، مدعی شد که این مصوبه صرفاً برای اعضای هیئت مدیره نبوده، بلکه برای کل کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار است. این در حالی است که شاخص کل بورس تهران در نخستین روز کاری پس از افشای وام‌های میلیاردی در روز شنبه 17 شهریور ماه 7,006,965 واحد افت کرد. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صحبت‌های مسعود پزشکیان و معاون وی در مورد ضرورت افزایش قیمت بنزین را نشانه‌هایی از یک برنامه عقلانی دانسته و تاکید کرده است که رویکرد نیروهای انقلابی باید حمایتی باشد. در این گزارش با عنوان عقلانیت بنزینی دولت که 18 شهریور ماه منتشر شد آمده، یک باک بنزین از پول آبی که در رادیاتور ریخته می شود ارزان تر است و تقریبا با قیمت تنظیم باد برابر. پیش از این محمد رضا عارف نیز در جلسه معارفه وزیر نفت گفته بود کدام عقل سلیمی می گوید بنزین را با دلار وارد کنیم و 1500 تومان بفروشیم. فعلا کاری نمیخواهیم بکنیم. نگویند عارف گفت فردا میخواهیم آزادسازی انجام دهیم. داریم واقعیت ها را میگوییم. روزنامه جوان چند پیشنهاد نیز مطرح کرده که یکی از آنها مرتبط با پولدار هاست که در این باره می نویسد می توان مصرف بیشتر بنزین را که برگردن پولدار ها می افتد با قیمت آزاد محاسبه کرد. چرا کسی که آینه بغل ماشینش 50 میلیون تومان قیمت دارد و در کل سال همیشه در جاده و تفریح است، در مجموع سال 1 میلیون هم پول بنزین ندهد؟ باید از روش عاقلانه دولت برای آماده کردن افکار عمومی حمایت کرد. پیش از عارف نیز مسعود پزشکیان در مورد ضرورت افزایش قیمت بنزین صحبت کرده بود. او گفته بود منطقی نیست بنزین را با دلار آزاد وارد کنیم و سوبسیدی به مردم بفروشیم در صورتی که پول تامین غذا و دارو را نداریم. روزنامه جوان سربسته به ملاحظات و محدودیت‌های دولت برای جراحی اقتصادی اشاره کرده و خیلی محتاطانه بدون اشاره به پیامدهای افزایش قیمت بنزین در دولت حسن روحانی و اعتراضات آبان 98 تاکید کرده است رویکرد نیروهای انقلاب باید کاملا حمایتی و همراهی با این اقدامات اقتصادی دولت باشد. نباید در زمان این کارهای خطیر رفتاری جناحی داشت و دولت را در این مسیر تنها گذاشت. به گفته محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی، متوسط تولید روزانه بنزین داخلی 114 میلیون لیتر و متوسط مصرف روزانه بنزین کشور 120 میلیون لیتر است. در واپسین هفته های تابستان با افزایش سفرهای بین شهری کمبود بنزین بحرانی شد. بسیاری از تحلیلگران میگویند دولت برای جبران کسری بودجه راهی جز افزایش قیمت بنزین ندارد، اما بسیاری دیگر هشدار میدهند افزایش قیمت بنزین به سرعت روی تورم اثر میگذارد و افزایش قیمت ها جرقه اعتراضات گسترده مردم خواهد شد. اواسط تیر ماه 1403 پیش از برگزاری نمایش انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، علی عبدالعلیزاده رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان در یک کنفرانس خبری گفته بود افزایش قیمت بنزین را با آرامش جامی اندازیم. این حرف یادآور حرفهای بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی در مورد افزایش قیمت بنزین بود. دهم بهمن 1397 یک خبرنگار از زنگنه پرسید قیمت تا کجا افزایش می‌یابد و او با لبخند پاسخ داد تا جایی که مردم تحمل کنند.
کمتر از 9 ماه پس از این حرف با اعلام افزایش قیمت بنزین که نیمه شب پنجشنبه و ساعتی پیش از تعطیلی آخر هفته انجام گرفت، به طوری که حسن روحانی برای بری کردن خود از این اقدام ادعا کرد خودش تازه صبح جمعه متوجه شد، یکی از مهمترین اعتراضات سراسری ایران طی 3 دهه گذشته آغاز گشت و حکومت برای آرام کردن اوضاع و سرکوب مردم بیش از 1500 شهروند را به قتل رساند. حالا روزنامه جوان می نویسد اول باید با مردم واقعیت‌ها را گفت. مردم متین و پذیرای واقعیت‌ها هستند. کنشگری صبح جمعه با خبر شدم یک افتضاح تاریخی بود. در این میان شماری از تحلیلگران و اقتصاددانان مرتب در مورد پیامدهای افزایش قیمت بنزین به دولت پزشکیان هشدار می‌دهند. محمود جامساز در همین ارتباط می‌گوید سال‌هاست که دولت‌ها از لزوم افزایش قیمت بنزین سخن می‌گویند، اما با تجربه‌ای که از سال 1398 به دست آمده باید در این زمینه کمی محتاطانه عمل کرد. وی توضیح داده است که در حال حاضر قدرت خرید مردم بسیار پایین است و اقتصاد در وضعیتی است که تحت تأثیر کوچکترین شوک‌های سیاسی، چه درون مرزی و چه برون مرزی، قرار می‌گیرد. نیکی هیلی، نامزد سابق جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا، روز یکشنبه با اشاره به تهدیدات جمهوری اسلامی که شخصاً با آن مواجه بود، درباره خطر دخالت خارجی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد. او روز یکشنبه در شبکه CBS درباره اینکه جمهوری اسلامی او و کارزار انتخابات ریاست جمهوری جمهوری‌خواهان را هدف قرار داده است صحبت کرد. وی در CBS به توطئه جمهوری اسلامی ایران برای استخدام قاتل اجاره‌ای در خاک ایالات متحده اشاره کرد و گفت نام او نیز در میان کسانی بود که قرار بود هدف جمهوری اسلامی قرار بگیرند. نیکی هیلی گفت زمانی که من در حال اجرای مبارزات انتخاباتیم برای ریاست جمهوری بودم، FBI جلسه جداگانه با من داشت تا به من اطلاع دهد که ایران در حال دخالت است و انتخابات را از طریق مبارزات انتخاباتی ما تحت تأثیر قرار می دهد. او گفت دخالت خارجی مدت زیادی است که ادامه یافته و آمریکایی ها باید بیدار شوند. او درباره محتوای شبکه‌های اجتماعی در خصوص انتخابات نیز گفت شرط می‌بندم که درصد بیشتری از پیام‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در حقیقت تعاملات خارجی هستند. هیلی از روابط نزدیک آمریکا با اسرائیل و موضع تهاجمی‌تر در واکنش به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی تروریستی مانند حماس و حزب‌الله حمایت می‌کند.